هموطنان عزیزم، سرسبزترین بهار و نوروزترین نوروز به همتون مبارک. عید مجاهدین یقین و بشارت رسیدن بهار آزادیه و هر سال عید برامون یادآور این تعهده که اراده کردیم عید واقعی رو به وطنمون برگردونیم. یکی از عیدهای خاطره انگیز برام عید سال 82 است که شرایط سخت شروع جنگ بود. شب چهارشنبه سوری حرکت کردیم، رفتیم در بیابونها و تپه‌های اطراف که از بمبارون سنگین در امان باشیم. یادم هست که چادر زده بودیم و جمعمون اونجا که سبای عزیز هم با ما بود، تصمیم گرفتیم که به کوری چشم دشمن عید رو از همیشه عالی‌تر و شادابتر برگزار کنیم. بچه‌ها شوخی می‌کردن که هفت‌سین چه کار کنیم و بالاخره 6 تا سین از سیب و سبزه و گل‌های وحشی که اونجا بود جمع کردیم و 6 سین رو چیده بودیم و سین هفتم هنوز کم بود که سبا با شادی همیشگیش اومد گفتش که اسم منم با سین بنویسیم و من سین هفتم. و اون سال ما 7 سینمون رو با سبا کامل کردیم. رسیدیم آخرین عید با سبا از صبح 19 فروردین. شاهد حماسه های زیادی بودیم، از جمله سبای عزیزم رو وقتی که نزدیک ظهر بود غرق در خون آوردن به اتاقی که بودم. رفتم بالا سرش گفتم سبا جان چطوری؟ مثل همیشه لبخند میزد، فقط گفت آب. رفتم دنبال پرستار که به من گفتن بهش آب نده. دوباره برگشتم میخواستم فضا رو عوض کنم، گفتم سبا جان یادت هست اون 7 سینی که تو سین هفتم ما بودی؟ توی اوج درد خندید، دوباره گفت آب. میخوام بگم که از اون موقع بهار همیشه برام بوی سبا رو به همراه داره و مثل اون میخوام تکرار کنم که بر سر پیمان آزادی تا آخرش ایستادیم. امسال چه غم سنگینی سفره‌های خالی مردممون با این مشکلات کمرشکن خرج و مخارجشون، ولی با هزار یقین و امید که امسال سرنوشت رو به آزادی رقم میزنیم. در آخر از فرصت استفاده میکنم، ترانه ای رو به تو هدیه میکنم. این ترانه مال 30 سال پیش دکتر محمد قرایی سرودن، سال 68. آهنگش هم آقای محمد شمس تنظیم کردن. ای بهاران لاله‌زاران، از دل این زمستان تار سوی میهن تا بیایی دیده ام میکشد انتظار. نوروز 1398 رو به همه ایرانیان عزیز به ویژه جوانها و زنان شجاع میهنم تبریک میگم. یادم هستش که در آستانه نوروز 82 بود که ما در شرایط جنگی بودیم. نیروهای آمریکایی حمله کرده بودن به عراق و ما هم خب تو اون کشور بودیم و این تهدید وجود داشتش که ما مورد حمله قرار بگیریم و برای همین هم ما به کوها و تپه های همرین رفتیم و قرار شد که من یک سفره 7 سین درست بکنم که ما خودمون یک سفره 7 سین داشته باشیم و من با مقواهایی که لای دفتر کتابام که توی کولم بود آورده بودم یک سفره 7 سین، یعنی ظرفای مقواهایی درست کردم و توش از هر کدوم از این 7 سین ها یه دونه رو گذاشته بودم، مثلا توی یکی سنجه، توی یکی سیب، سمنو، ولی ماهی قرمز رو نداشتیم
و من گرفتم با یه دونه مقوا و مدارنگی که آورده بودم یه ماهی قرمز رو نقاشی کردم و اون رو یه ماهی خندان رو نقاشی کردم که وقتی بیننده اون رو ببینه حواسش پرت بشه به اون خنده و یادش بره که این ماهی طبیعی نیستش. خلاصه ما توی همون اتاقی که برای خودمون درست کرده بودیم به پیشواز عید رفتیم. در پایان میخواستم مجدداً نوروز 1398 رو به تک تک هموطنان عزیزم تبریک بگم و نوید این رو بدم که عید واقعی مردم ایران یعنی بازگشت به آزادی رو با ایمان و اراده هامون محقق میکنیم. نسیم نوروزی و شادی آغاز بهار برای ملت ایران نوید و بشارت آزادیه. در برابر مردمی که قصد تغییر و رهایی کردن، هیچ سرما و یأس و ناامیدی جایی نداره. این نظام پوسیده و قرون وسطایی رفتنیه. پس به تغییر حتمی فصل، به رویش جوانه ها و به پایان دوران ستم و سرکوب یقین کنیم. برخی میگن امید یعنی آرزو کنیم که چیزی به وجود بیاد. ایمان یعنی یقین داریم که چیزی اتفاق خواهد افتاد. شجاعت یعنی باعث بشیم چیزی اتفاق بیفته. پس با امید و ایمان و شجاعت قطعاً که آزادی دست یافتنیه. تا یک روز بهاری دیگه، خدا نگهدار.